هستش که آنچه که خبرگزاری آسوشیت پرس که شما عنوان کردیم ضمن تایید گزارش روزنامه نیویورک تایمز درباره ترور ابو محمد المصری که در از فرد به نام دوم القاعده بعد از به حال شما بن لادن رو در نظر بگیرید و فرد دومی که بوده، ایشون فردی بودی که میتونست جایگزین باشه و در تهران توسط گفته میشه نسبت اون رو میدن که توسط ماموران اسرائیلی که حالا میگن موساد در مرداد ماه یعنی سال جاری با کمک امریکا و اطلاعاتی که در یعنی مکان و هویت اون فرد داشته، برای اینکه افراد وقتی جابجا میکنن نامشون رو، هویتشون رو، حتی رو شکلشون هم ممکنه بیان جراحی پلاستیک بکنن، ولی اینطور که گفته میشه آمدند و این رو یعنی افشاگری نکردند. ما با یک کتمان همیشگی جمهوری اسلامی روبرو هستیم. اول از همه هر آنچه که پیش می آید نمیشه نسبت داد به موساد. یک. دو، اینی که چه فردی بهره‌مند میشه از این مسئله. سه، جدن خب به هر حال میگن موساد. چرا میگن موساد؟ برای اینکه اگر موساد موفق شده که بیاد نیم تن از مدارک و اسناد محرمانه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو که سالهای سال روش کار شده و هزاران دیسک رو بیاد خارج بکنه و رونمایی بکنه ازش نتانیاهو و بگه شوراباد و صحبت از قرقز آباد بکنه و اینها و بیان به تمسخر بگیرند و آنچه که به هر حال نتانیاهو در سازمان ملل میاد بیان میکنه و قطعه هایی از یکایک که موشک هایی که در ایران ساخته شده که داره شلیک میشه رو میاد نشون میده که اینا به تمسخر میگیرن، کتمان میکنن و انکارش میکنند، رو به هر حال میبینیم که به هر حال موساد نه فقط در خلیج فارس است، در عادی سازی روابطی که با دول خلیج فارس داره از نقطه نظر ایران حراسی که اهل سنت رو در کنار یکدیگر قرار داده، برای که عربستان سعودی ترس و واهمه ترور و تروریسم فقط حوثی ها نیست که در حال حاضر در یمن هستند و موشک پرانی می کنند، بلکه بحث بستن تنگه هرمز هستست و همینطور از طرف دیگه باب المندب که کانال سوئز رو در بر میگیره از نظر سوق الجیشی و از نظر استراتژیک، یعنی که بین 25 تا 40 درصد نفت جهانی از تنگه هرمز رد میشه. وقتی شما بیایید و به هر حال تنب کوچک و تنب بزرگ و ابو موسا رو در اختیار داشته باشین، میتونید به آسونی جلوی مین با مینگذاری در 54 کیلومتری که اون قسمتی که عمیق‌تر هست که تنگه هرمز که یعنی میتونید شما یک لطمه‌ای به نفت یعنی فراورده‌های نفتی و نفتی که از طریق کشتی‌ها و کشتیرانی از اونجا خارج میشه و وارد میشه میتونید وارد بکنید. از این رو بعضی ها میپرسن دلیل این که اسرائیل از نظر امنیتی، از نظر اطلاعاتی، از نظر سایبری و از نظر فناوری های کشاورزی و انرژی خورشیدی و انرژی سبز به جایی رسیده در حال حاضر میتونه به عنوان یک ابرقدرت منطقه‌ای خوانده بشه در کنار ایران و در کنار ترکیه. معلومه که وقتی که این افراد یعنی که اهل سنت و مخصوصاً دوباره خلیج فارس که در سالهای 70 از زیر یوغ استعمار بریتانیا بیرون آمدند، معلومه که به هر حال دنبال یک ثبات منطقه‌ای هستند و این ثبات منطقه‌ای رو
آمریکا اگر نتونه، پس اسرائیل از طریق عادی سازی روابط سیاسی خودش و امنیتی خودش میتونه ایجاد بکنه با کی؟ با امارات و همینطور با صحبت از عمان هستش، صحبت از کویت هستش، قطر هستش و در حوض سودان و بحرین. و آنچه که